سلام و درود به شما هموطنان عزیز و همه کسانی که در ایران یا سراسر جهان بیننده برنامه ما هستید. سلامتی و سرفرازی براتون آرزو میکنم. بحث و بررسی برنامه امروز رو اختصاص دادیم به اجلاس سوچی و اینکه مضمون این اجلاس چه بود و رژیم چه جایی در این اجلاس داشت. البته رژیم سعی میکنه روی این تبلیغات بکنه که اجلاس سوچی سه جانبه بوده و رژیم در کنار سوریه، روسیه و ترکیه یکی از قدرت‌های منطقه‌ایه. اما حتی اگه رسانه‌های خود رژیم رو با کمی دقت نگاه بکنیم، به روشنی می‌بینیم که اولا در سوچی این روسیه است که داره توافقش با آمریکا رو پیش می‌بره و این در بیانیه پایانی این اجلاس هم نمایان هست. به خصوص اگه در نظر بگیریم که همزمان با اجلاس سوچی، کنگره اپوزیسیون سوریه در ریاض، پایتخت عربستان برگزار شده و نماینده ویژه ملل متحد هم در این کنگره حضور داره. میبینیم که واقعیت خیلی با اون چیزی که رژیم تلاش میکنه وانمود بکنه متفاوت است. وجوه مختلف این تحولات رو در گزارشی با هم میبینیم. خبرگزاری حکومتی ایرنا اول آذر در بیانیه مشترک روحانی پوتین و اردوغان صورت گرفت. رؤسای جمهور سه کشور در یک نشست سه جانبه که در تاریخ 22 نوامبر 2017 در سوچی برگزار شد، بر عزم خود برای ادامه همکاری فعالانه بین سه کشور ایران، روسیه و ترکیه به منظور برقراری صلح و ثبات در سوریه در نظر گرفته شده توسط قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کردند. سایت العربیه اول آذر پوتین: انجام تغییرات اخیر در روند توافق سیاسی سوریه در چارچوب توافق ژنو خواهد بود و ضروری است که به همه گروه‌های سوری انگیزه توافق بر اساس قطعنامه سازمان ملل داده شود. خبرگزاری بلومبرگ اول آذر: نیروهای آمریکایی که در سوریه برای مقابله با داعش بودند، با شکست گروه جهادی داعش جایی نمی‌روند و در سوریه باقی می‌مانند، ولی روشن نیست که چه نقشی در کل سوریه خواهند داشت، کشوری که به نهایت این بازی رسیده است. ماتیس وزیر دفاع هفته گذشته گفت: ما در سوریه می‌مانیم تا یک صلح عملی را در آنجا تضمین کنیم. این به عنوان کدی برای مقابله با ایران تلقی شد. سایت العربیه نت اول آذر: نشست اپوزیسیون سوریه در ریاض، پایتخت پادشاهی عربستان سعودی، روز چهارشنبه 22 نوامبر 2017 با صدور بیانیه پایانی به کار خود خاتمه داد. در این بیانیه تاکید شده که کنار رفتن اسد آغاز دوران گذار در سوریه است. الجوبیر در این نشست که با حضور استفان د میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برگزار شد، گفت که این نشست با توافق بین المللی درباره ضرورت یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه برگزار شد. هیچ راه حلی برای بحران سوریه بدون توافقی سوری که آرزوهای ملت سوریه را محقق و به مشکلات این کشور بر اساس اعلامیه ژنو 1 و قطعنامه 2254 شورای امنیت پایان دهد وجود ندارد. روزنامه حکومتی جهان صنعت دوم آذر: حضور نماینده سازمان ملل متحد در جلسه ریاض را می توان وزن گرفتن مخالفان در مقابل دولت سوریه و نشست سوچی ارزیابی کرد. سایت حکومتی تابناک اول آذر: پوتین در گفتگو با ترامپ برای تسهیل روند حل سیاسی بحران سوریه بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و توافق‌های صورت گرفته میان مسکو و واشنگتن اعلام آمادگی کرده است. این تماس‌ها به خوبی نشان دهنده آن است که مسکو قصد دارد همه بازیگران ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در بحران سوریه را وارد فرایند مذاکرات صلح کند. مسئله‌ای که هرچند در مورد موفقیت نهایی آن تردید وجود دارد، می‌تواند برای برخی از بازیگران از جمله ایران سرنوشت ساز باشد. در اینجا نگاه مسکو به سهم بازیگران از جنگ صلح چیست؟ از کارت خود برای ما ایران هزینه خواهد کرد. خبرگزاری حکومتی ایلنا اول آذر: احتمال انعطاف سیاسی ایران و ترکیه در نشست سوچی. نقش تعیین کننده در نشست سوچی با مسکو است. نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه با توجه به هزینه‌هایی که محور مقاومت به رهبری ایران در سوریه پرداخت کرده است، تهران نتواند در میز مذاکره در برابر روسیه در برخی از مسائل
ملاحظات متن نظر خود را درباره آینده سوریه اعمال کند. در سوچی شاهد مذاکراتی حساس هستیم و مذاکره بدون انعطاف به نتیجه نخواهد رسید. بسیاری معتقدند که تفاهم آمریکا و روسیه پایان بخش بحران در سوریه است. آیا نشست سوچی محلی برای همراهسازی تهران و آنکارا با همسویی مسکو و واشنگتن است؟ ملاحظات روسیه منحصراً به خاورمیانه و مسائل سوریه نیست، بلکه در نظام بین المللی روسیه و آمریکا از جایگاه خاصی برخوردار هستند و روس‌ها نیز بر این اساس منافع کلان خود در عرصه بین المللی را قربانی سوریه نمی‌کنند. تماس تلفنی پوتین و ترامپ نشان از هماهنگی بین آمریکا و روسیه در سوریه است. در مذاکرات آستانه نیز آمریکایی‌ها به عنوان عضو ناظر در روند گفتگوها حضور داشتند. پس می‌توان گفت که آمریکا در روند معادلات سوریه حذف نشده است، بلکه برخی از نقش‌های آمریکایی‌ها به روس‌ها تفویض شده است. با توجه به نوع مناسبات و مراودات روس‌ها با سعودی‌ها می توان گفت که مسکو ملاحظات ریاض را هم در سوریه مد نظر دارد و در صدد تأمین نظر و جلب رضایت آنهاست. بقای بشار اسد برای روس‌ها خط قرمز نیست. روزنامه حکومتی شرق 2 آذر. ولادیمیر پوتین در این نشست تاکید کرد فرصت واقعی برای پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه وجود دارد. او گفت بحران سوریه به مرحله جدید رسیده است. راه حل سیاسی نهایی در سوریه در مذاکرات ژنو نمایان خواهد شد و این راه حل به جانفشانی‌هایی از سوی همگان از جمله نظام سوریه نیاز دارد. به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین محورهای اختلاف تهران مسکو حضور حزب الله در جریان جنگ داخلی سوریه است. رسانه‌های حکومتی در واکنش به اجلاس یک روزه سوچی که آخوند روحانی هم در اون شرکت داشت واکنش‌های متفاوتی نشون دادن. روزنامه‌های باند روحانی با تیترهایی مثل اتحاد استراتژیک یا مثلث ثبات در منطقه یا نشست تاریخی سوچی در مورد این اجلاس دود و دم کردند. در حالی که روزنامه‌های باند خامنه‌ای با تیترهای متفاوت واکنش‌هایی از استقبال تا تیترهای خونسا و کوچک اون رو منعکس کردند. حالا باید دید واقعیت چیه؟ آیا رژیم به یک پیروزی دست پیدا کرده یا تلاش میکنه شکستش رو در زیر این دود و دم بپوشونه؟ به این منظور گفتگوی داریم با اسدالله مصنع. با عرض سلام خدمت شما و تشکر از حضورتون. سلام بر شما، به بینندگان عزیز در خدمت. بله، روزنامه حکومتی اجلاس سوچی رو یک به اصطلاح پیروزی برای رژیم قلمداد کردن و اون رو مایه نگرانی آمریکا دونستن. سوالم این هستش که و همین روزنامه اشاره کرده که به اصطلاح برگزاری این اجلاس آغاز صلح در سوریه است. آیا واقعا این اجلاس نشون دهنده روند صلح در سوریه هستش؟ بله میتونه سر آغاز صلح باشه. اما چه صلحی؟ صلحی که مورد نظر رژیم آخوندیه یا صلحی که جامعه جهانی و مردم سوریه میخوان؟ طبعا این دو تا خواست با هم چه متفاوت. باید هم ببینیم که بالاخره این صلحی که رژیم ازش صحبت میکنه، یعنی این حرف که رژیم میزنه و به صلح برسه، به نتیجه برسه، واقعیتش از کدوم نوعه. تو تیترهای روزنامه های رژیم که شما بهش اشاره کردین، به خصوص باند روحانی که خیلی حلوا کردن، هیچ کدوم کلمه پیروزی رو به کار نبردن. البته سعی کردن که با دود و دم به عنوان قدرت منطقه رژیم رو مطرح کنن و اینکه در این اجلاس شرکت کرده پس چنین و چنانه و به عنوان کلمه پیروزی اینا به کار نبودن، بلکه اونچه که هست از همین رو به قول من رو جلوه دادن و خواستن دود و دم بکنن سر این. از همینجا میشه فهمید که نچه دلخواه آخوندانی، چون اگر واقعیت این بود که پیروزیست و این کلمه رو میتونستن به کار برن، قطعا شک نکنیم که گوش فلک رو از پیروزی خودشون و شکست دشمن کر میکردن. حالا اینکه مثلا کلمه پیروزی رو به کار نبردن، صرف اینکه این کلمه رو نگفتن، آیا واقعا دلیل شکست رژیم تو این صحنه است؟ نه، این فقط یه برداشت کمکی برای فهم واقعیت از نحوه تبلیغات رژیمه که متکیست بر شناختی که طی دوران حاکمیت آخوندها از این نظام دجال به عمل اومده، یعنی حاصل شده و دیدیم.
فقط همینه. درست. برای فهمیدن اقتضاش طبعا باید به نتیجه رسیدن در برابر این مسئله باید قطعا از جوانب مختلف به بررسی این اجلاس و نتایج اون قطعا نگاه کرد. حالا شما میگید در جوانب مختلف، ممکنه اون نکته اصلی رو برای روشن شدن بهتر بحث بهش اشاره بکنید، باز از اون نقطه باز کنید. بله. ببین به این منظور باید چند تا پارامتر رو در ارتباط با هم سنجید و بررسی کرد. این موارد عبارتن از اینن: اول نگاهی باید به بیانیه صادر شده در این اجلاس بیندازیم. تو این بیانیه بر وحدت سوریه، بر انتخابات آزاد زیر نظر ملل متحد و تدوین قانون اساسی جدید تاکید شده. ببخشید اینا، این نکته که میگید طی این 6 سالی که الان تو سوریه جنگ هست، همیشه ما میدیدیم که تو بیانیه ها، تو موضع‌گیری های مختلف از همه طرف روی مثلا برگزاری انتخابات آزاد تو سوریه همه تاکید کردن، لزوم وحدت و یکپارچگی همه تاکید کردن که باید باشه. این چیز شاید بشه گفت جدیدی نیستش. آیا شما نکته جدیدی توی میبینین توی این شرایط یا نه چیز دیگه ای نیست؟ بله تکمیل میکنم سوالو، بخواستم تکمیل کنم که خوب شد شما این نکته رو سوال کردین. ببین در پاسخ باید بگم 4 نکته مهم وجود داره، یا در نکات مهم میشه به 4 نکته اشاره کرد. اولین نکته مهم اینه که توی این قطعنامه، توی این اجلاس به قطعنامه 254 ملل متحد به عنوان مبنای گفتگوها تاکید شده. بله. خود قطعنامه 254 ملل متحد مبناش چیه؟ کنفرانس ژنو. درست. خود کنفرانس ژنو حرف اصلیش چیه؟ ضرورت تشکیل دولت انتقالی که تو اون به طور ضمنی تشکیل این دولت بدون بشار اسد تاکید شده. بله. و این قطعنامه ای است که در تمامی پروسه روحانی دولتش و رژیم آخوندی مخالفت کردن با این قطعنامه. طبعا هم اگر انتخابات آزاد صورت بگیره زیر نظر سازمان ملل متحد نتیجهش معلومه و مورد تایید اپوزیسیون هم هست. پس این یک نکته مهم. بله. اما سایر پارامترهایی که میشه بهش چیکار کرد پرداخت. همزمان با این کنفرانس بزرگ اپوزیسیون سوریه تو کجا تشکیل شد؟ تو ریاض. بله. مهم اینه که توی اجلاس سوچی، مهم اینه که توی این اجلاس کی شرکت کرد؟ نماینده ویژه دبیرکل در سوریه دمیسترا. بله. اونجا شرکت کرد. درست. پس اینکه ضمن اینکه گروه‌های بیشتر اپوزیسیون سوریه توی این شرکت داشتن. بله. و به وحدت نظر رسیدن. پس این یک پارامتر. نکته دوم پارامتر بعد صحبت‌های وزیر دفاع آمریکاست بعد از همین کنفرانس. میگه که نیروهای آمریکایی تا برقراری ثبات در سوریه میمونن. در حالی که روحانی تو همین سوچی افتاد بود که نیروهای خارجی باید از سوریه خارج شن. بله. منظورش که بود همین نیروهای آمریکا. منظور یکیش نیروهای آمریکا. بله. اینم یه پس یه پارامتر دیگه. پارامتر دیگه صحبت‌های خود رئیس جمهور آمریکاست که در مصاحبه پس از اجلاس سوچی این صحبت‌ها رو کرده. میگه من تماس تلفنی خوبی با پرزیدنت پوتین داشتم. درست. ما درباره صلح در سوریه گفتگو می‌کنیم که بسیار مهم است. حالا از این صحبت میشه نتیجه برداشت کرد که در گفتگوی تلفنی که این دوتا 1.5 ساعت در شب قبل از کنفرانس سوچی داشتن، تصمیم نهایی برای در رابطه با سوریه چیه؟ تو اون حرفا گرفته شده. بله. پارامتر دیگه هم میشه بهش اشاره کرد که خیلی ناظران نمیگن، میگن سفر ماه قبل پوتین به تهران و دیدارش با خامنه ای، قبل از رفتنش به ویتنام و دیدارش با ترامپ، طرح تصمیم نهایی روسیه برای وارد شدن معامله با آمریکا در مورد چیه؟ در مقابل حل مشکل سوریه بود. یعنی اونجا یه حرف زده شده. خود پوتین هم تو همین سوچی میگه چی؟ میگه فرصت واقعی برای پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه وجود دارد. همونجا اضافه میکنه بحران سوریه به مرحله جدید رسیده است. راه حل سیاسی نهایی در سوریه در مذاکرات ژنو نمایان خواهد شد. خب اینا هم گویای همین واقعیتی که در تعادل قوای بین‌المللی نهایتاً سمت و سوی حل بحران سوریه برخلاف خواستای رژیمی که با خیال خوش عمق استراتژیک داشت میگه میلیاردها دلار به خاطر این عمق استراتژیک خودش چیکار کرده؟ خرج کرده. رد پای این واقعیت هم فقط چیزی که ما بگیم تو خود رسانه‌های رژیم هم بیرون زده، از جمله من فقط یک شو بهش اشاره میکنم،
در سایت پاسدار رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت رژیم موسوم به تابناک بله. میگه که چی در اینجا نگاه مسکو به سهم بازیگران از جنگ صلح چیست؟ از کارت خود برای ما، یعنی برای رژیم، هزینه خواهد کرد؟ نمیدانیم. یعنی پس خودشون هم توشون هست که اون حرفا و دود و دم و نمیدونم چه این و چنان، اینم خود درون رژیم با پارامترهایی که گفتم. این نشون میده اون چیزی که رژیم نشون میده بارز میکنه واقعیت قضیه این نیست و چیز دیگری اون پشت خوابیده که قطعا به نفع رژیم نخواهد بود. بله، خیلی متشکرم از شرکتتون در گفتگوی امروزمون.